چه سورپرایز قشنگی. اومده اینجا منو ببینی؟ با اجازتون آقا سینا. خزان بهت زنگ میزنم. شناسنامه‌مو تو خونه جا گذاشته سینا. بودم به دخترم گفتم نرو بارا، باید با هم حرف بزنیم. شما میتونین برگردین سر کارتون. برو یاوز، میشه تو هم بیای تو. گزیده به ما اجازه میدی؟ آقای محترم، $100 یادتون رفت، بفرمایید. اون گوشی رو بذارین کنار، رفتار دخترتون رو توصیف کنین. اینو باید شما از برادرزادتون بپرسین، همون آقایی که رفت، نه از من. خزان، 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 با تو هم دختر، سب کن ببینم چی شد؟ وقتی $100 رو پرت میکردی تو صورتش خیلی جدی بودی، ولی وقتی آقا سینان خانو دیدی غلاف کردی. چی شد؟ بلم کن مامان. نمی کنم. یه نون بخور و خدا رو شکر کن که طرف آقازاده است، از کارش پشیمون شده. اگه پشیمون نمیشد چی؟ ها؟ اگه جلوی باباش دعوا را مینداخت چی؟ اگه قضیه اتاق هتل رو جلوی همه میگفت چی؟ اونی که باید از قضیه هتل خجالت بکشه من نیستم. واقعا؟ پس چرا تو آقا سینان اومد فرار کردی رفتی؟ تو عاشق سینان خانی دختر، عاشق. آه، اینم از دختر پسر نمای من. عاشق نشد نشد، یهو عاشق شاهزاده قصه ها شد. آقا سینان، دختری که میگی دوست دخترته بهت میگه آقا سینان. پسرم چی کار میکنی تو؟ برای چی میخندی؟ میشه بگی مشکلت چیه؟ تو چشمای همه زل زدی، به خبرنگارا دروغ گفتی. آخه که چی بشه؟ دیگه کار از بچه بازی و این حرفا گذشته. ببین، هم از نیل هم از اون دختر میری عذرخواهی میکنی، باید برا فاصله جبران کنی. متوجه شدی؟ یواشتر آقای خشن، من تازه عمل کردم. میشه بگی چی کار میکنی؟ اردمون میدونیم کسی که عشق جدیدت شده دقیقا کیه. میبینم که دختر خدمتکارمون همه خانواده رو ریخته به هم. مامانش یا بازاریابش، یادت اومد؟ دختری که مادرش براش بازاریابی میکرد و یادت نیومد؟ چی؟ دختر خدمتکار. خیلی خوبم میدونی اون دختر مادرش دقیقا کیه. چی میگی تو؟ صدا تو ببر، آدم شو سیران. ببین، اون زن اون شب اومده بود هتل، پس خودتو نزن به اون راه. اون شب تو منو فرستادی هتل سینا، یادت میاد برای چی؟ که برم حساب زنی که برای دخترش تبلیغات میکنه بذارم کف دستش. میخوای ما هم شماره موبایل بدیم بهت؟ اگه یه فرصت به دختر من ندی، چیزایی که شنیدم به همه عالم آدم میشه. شما کی هستی؟ منو دست کم گرفتی نه؟ ببین آقا جون، ببین، من مادر این دختر خوشگلم. شب ساعت 10 بیا هتل. مامورت که همه چی بهت گفت، کاش درد اون زنرم بهت میگفت. دردش چی بوده؟ خودت بگو. من چی کار کردم؟
به خاطر حرفای مسخره تو پا شدم رفتم سراغ دختره و برای آخرین بار مادر عزیزمو ندیدم. اون وقت تو چی کار کردی؟ بدکاره ایه که گفتی داداش برو حالشو جا بیار به عنوان دوست دخترت معرفی کردی. ببین میدونی چیه داداش، علف دیگه، دهن بزی، این حرفا. یواش یواش بابا، بچه مریضه. بچه؟ آره، همه این بلاها به خاطر بیفکری یه بچه سرمون میاد، ولی این بار نمیشه. نمیتونی با اون زنای بیارزش آبروی ما رو ببری. یاووس، من این زن رو نیوردم تو خونه، باشه؟ رو همم خبر نداره دخترش چجوری رفته رو تخت بابا گرفته خوابیده. فرقی نمیکنه. دلم نمیخواد چشمم اون مادر بی فرهنگ و دختر فرصت طلبش بیفته. میفهمی چی میگم؟ پس برو با بابا حرف بزن. میگم من اون زنه رو نیوردم توی خونه، نمیفهمی؟ منو ببین سینا، برای آخرین بار بهت هشدار میدم، اجازه نمیدم چون دلت از بابازی میخواد خونواده منو مسخره مردم بکنی. اسب و بازیاتو با دستام میکشم، حد خودتو بدون. چه خبر چنگیز؟ دمت گرم، خوبم، توپم. یه چیزی ازت میخواست. الو اردور. بفرمایید قربان. میخوام یکی رو برام پیدا کنی. چشم. یادداشت کن اسمش خزان جامکرانه، تو باشگاه ورزشی که سینان میره کار میکنه. هرچی که فکر میکنی لازمه در موردش بدونم برام بفرست. من میرم خونه، هر وقت تونستی با هم تماس بگیر، باشه؟ چشم آقا یاووس. از خونه کلافه شدم اومدم. داداش بگیر بشین سری. اینجا چه خبر شده؟ داداش از چی عصبانی شدی؟ پولت افتاده زمین، از چی اینقدر عصبانی شدی؟ اینجوری کردی آخه؟ وقتی میگم هیچی نشده یعنی هیچی نشده، اینقدر سوال نپرس. میخوام قهوه درست کنم، میخوری؟ کاش سینان هم میگفت هیچی نشده. باورت میشه درگیر اون دختری شده؟ بلش کن، خیلی کشش دادی. سینان کشش داده، نه من. یه دختر بی سر و پا رو به عنوان دوست دخترش آورده. فهمیدم. تو بیشتر از این که ناراحت برادرت باشی، ناراحت دوستت نیل هستی. باشه، فرض کنیم اینطوره. تو چی داداش؟ میدونم هم عصبانی هستی هم دلخوری، تو هم از این قضیه شاکی. میدونم کسی منتظر نظر من نیست، همچین حقی هم ندارم. ببین سدی، مادرمونو از دست دادیم، سینان تصادف کرد، همه چی پشت سر هم پیش اومد، فکر هممون به هم ریخته. اگه مامان بود از پسش برمیومد، هر کاری از دستش برمیومد میکرد سینانو کنترلش کنی.
ببین داداش، میخوای بگو به خاطر نیل عصبانی؟ بگو به خاطر اینکه دختره رو تخت بابا خوابیده عصبانی هستی؟ هرچی میخوای بگو، ولی اون زنه و دختراشو که میبینم موهای تنم سیخ میشه. مادره رسمن با چشاش داره خونه رو میخوره. ببین این اصلا شوخی بردار نیست، باید حواسمون به همشون باشه، اونا خیلی خطرناکن. خطرناک؟ خدمتکار خونه و دختراش؟ سلین بی خیال تو رو خدا، امروز هستن فردا نیستن، بیکاریم در موردشون حرف بزنیم، منم باید برم، کلی کار دارم.